عزیز، در کارزار دفاع از اشرف نقش آفرینی یک جبهه بین المللی سخن جدی و مؤثری داشته است. شما دوستان در اینجا و در سراسر دنیا پیشتازان این جبهه پرتلاش و موفق بوده اید. شما توانستید یک به یک با تلاش ها و مبارزات خود شیطانسازی علیه مقاومت را در هم بشکنید. شما توانستید مسئله اشرف را بین المللی کنید. شما توانستید ایالات متحده را وادار سازید در جهت تصحیح سیاست خود گام بردارد. جناحی در وزارت خارجه در برابر تلاش‌های شما به تهمت‌های ظالمانه رو آورد و رو آورده است، زیرا آنها در سیاست کهنه خود اسیرند. آنها از دیپلماسی جز زانو زدن در مقابل آخوندها درکی ندارند. اما تاریخ گواهی می کند که وقتی یک سیاست خطا فاجعه می آفرید، گروهی از والاترین نخبگان سیاسی ایالات متحده دفاع کنند. بله، شما با ممانعت از اصل عام مخالفان رژیم ملاها برای ایالات متحده و تمام جهان افتخار آفریدید. بنابراین هر زمان که زمامداران غرب در صدد اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران برایند، لاجرم باید در مسیر شما گام بگذارند. برای تقدیر از زحمات این پیشتازان سیاست درست بین المللی، روزی مردم ایران، مردم آمریکا و مردم اروپا از آنها قدردانی خواهند کرد. دوستان عزیز، کوشش ملل متحد برای حل بحران اشرف از حمایت جهانی برخوردار شده است. اما رژیم آخوندها به تحقیقات مستمر برای برهم زدن اوضاع و همچنین تخریب راه حل به دست آمده مستمر تلاش و اقدام می کند. همزمان دولت عراق پی در پی تعهدات خود به ملل متحد را نقض می کند. به عنوان مثال کار کمیساریا را 5 ماه است که متوقف کرده، در حالی که همین امروز هم می تواند در اشرف این کار را شروع کند و مشروط به جابجایی نباشد، به خصوص که در بین ساکنین اشرف 1000 زندانی سیاسی وجود دارد و همچنین 1000 نفر که سابقه پناهندگی دارند و می توانند کارشان را سریع‌تر شروع کنند. به مدت 5 ماه است که به آقای دروش سفیر ویژه خانم کاترین اشتون ویزای ورود به عراق داده نشده. راستی چرا؟ قرار بر این بود که موافقتنامه با حضور نمایندگان ساکنان اشرف باشد، اما این هم نقض شد. چرا؟ پیشنهاد کردم که خودم به بغداد بروم و در گفتگوها شرکت کنم، اما پذیرفته نشد. بعد از آن گفتم لااقل نماینده ساکنان را اجازه دهند که در مذاکرات شرکت کنند، آن هم پذیرفته نشد. چرا؟ زیرا می‌خواستند تعیین سرنوشت بدون حضور قربانی یا نمایندگانشان باشد تا بتوانند هر قدر که ممکن است مقاصد شوم قبلی خود را این بار تحت نام و یا زیر پوش سازمان ملل انجام دهند.
در ارتباط با قرارداد جدید. تا حالا از انتقال اموال و به ویژه خودروهای ساکنان